son. Muzu Paradından bir bağlı sağlıklı bir türlü satır. Annesiyle medyaj ve cümleşe bir günahı sağlısı. O zaman muhtemelen kanun ağır. Bazı salam, mantarı icade Hanımı çok tanıdım şöyle, çekildiyiz. Yolukta kutuğa şöyle, çok tanıdım kendini var. Aslı benden hastalığı yaşıyor ve havalanmaya gidekirmek diye ders ayda uzatım ama derste şuna karar verdim. Bu saatte bu sazmanı siyasi yaşıyor nemi tabak cüraz hem verisinin hemen ondurken nemi şanatı kan diyor. Hem hizb kongre ve yanmadı var o. Hem ANC ve yan beleşmanı zaraz ve yanmıştı da dediğin yarıştığım menzul cüphemi diyemelesin. اینا انواقی تاریخی دیگری است که در اینجا مورد بحث نیست. تحصیل گذاری نهضت ملی بر مسیر تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا رفرنسی است برای شکل‌گیری دموکراسی پایدار ایرانیان در آینده نزدیک. مصدق و یارانش جبهه ملی ایران را سالها پیش اول آبان 1338 تأسیس نمودند. متشکل از احزاب و نیروهای ملی و سکولار، از طیفهای محافظه‌کار لیبرال و سوسیالیستهای ملی که بورژوازی ملی و حاکمیت سرمایه مردم را به رسمیت شناخته با تجربه تقریبا نیم قرن بعد از مشروطه در یک جبهه واحد مخالف استبداد به رهبری دکتر محمد مصدق فعالیت خودشون شروع کردن. مرام سیاسیشان اجرای حکومت قانون و معتقد به دموکراسی پارلمانی با اصول رفرمیستی و اصلاح طلبی به طریقه تکاملی و نه انقلابی، البته با تجربه برخورد با انواع استبداد گذشته. برنامه سیاسیشان استقرار حاکمیت ملی، گسترش آزادیهای فیزیکال کشور بر اساس موازنه منفی، عدالت اجتماعی بر رشد و توسعه و نرانت نفتی بود. برنامه انتخاباتی ایشان بر مطالبات ملی استوار، یعنی اول ملی کردن نفت برای بیرون راندن نقش استعماری انگلستان در اقتصاد سیاست ایران و دوم اصلاح قانون انتخابات، چون هم برای جلوگیری از ورود و نفوذ طرفداران دولتهای استعماری در نظام سیاسی ایران بود. پس از گرفتن وکالت از ملت وارد مجلس شورای ملی شد. تصویب لایحه ملی کردن نفت و رأی اعتماد مجلس شورای ملی به نخست‌وزیر دکتر محمد مصدق آن چیزی نبود که استعمار و خانوادههای سیاسی وابستگی داخلی را گشاید. آخر با 8 نماینده مجلس یعنی کل نیروهای ملی در قوه مقننه در دور اول مبارزه برای تغییر دولت را برنده شدند و سپس تعیین سیاستهای داخلی و خارجی را شروع نمودند که هر دو هم موفق بودند. بدون نمونه و خلاصه موفقیتهای دولتهای او را در سیاستهای داخلی و خارجی بررسی میکنیم. در زمین سیاست داخلی دولت دکتر مصدق با وجود تحریم محاصر دریایی و قطع درآمد نفتی از طرف دولت استعماری انگلستان توانست با پشتیبانی قاطع بورژوازی ملی با تمام قواها یک برنامه متعادل با صادرات و واردات بدون کسری بودجه را ارائه دهد. حتی حقوق کارمندان شرکت نفت بدون درآمدهای نفتی را بپردازد. بازار پیوسته داخل و خارج و نظام بانکی کشور و دولت پشتیبان سیاست عرضه بودند. صنایع داخل و کشاورزی تجارت خارجی رونق گرفتند. در اثر رشد اقتصادی حاصل شده سطح اشتغال بالا رفته، نرخ تورم به خاطر حمایت سیاست عرضه و سیستم آزاد توزیع رقابتی کم بود. قانون مترقی کار تصویب اجرا کرد کشاورزان از محصول با وجود نفوذ بزرگ مالکی افزایش سهم برجسته و چشمگیری یافتند. در زمینه سیاست خارجی
دولت مصدق بزرگترین پیروزی دیپلماسی تاریخ سیاسی معاصر ایران را به دست آورد. بدون خشونت خونریزی و جنگ دعوا، دلایل دولت به قدری محکمه پسند و مستدل بود که حتی قاضی انگلیسی دادگاه‌الهه مجبور شد به حکم محتوای پرونده به نفع ایران و به ضرر کشور خود رأی دهد. رفتار دولت با نهایت عدم به نزاکت بین‌المللی و مظلومیت باعث سربلندی و محبوبیت ایران ایرانی گردید. این پیروزی نشان داد در عصر حاضر دولت‌ها برای به دست آوردن حقوق ملت‌ها می‌توانند بدون خشونت و جنگ و خونریزی به پیروزی برسند. نقطه عطفی در تاریخ دیپلماسی معاصر روابط کشورهاست. بدون گونه تس سیاست خارجی موازنه منفی یا عدمی دولت مصدق و پیروزی دیپلماسی او پایه نظری و عملی و ضرورت تشکیل جنبش بین‌المللی عدم تعهد آید. سوال اول، چرا گاندی در هند، ماندلا در آفریقای جنوبی و والزا در لهستان موفق شدند ولی مصدق در ایران کشوری با تمدن هزاره‌ای و تا اون موقع با داشتن 50 سال سابقه دموکراسی پارلمانی و قانون اساسی موفق نشد؟ جواب تاریخ، نه گاندی، نه ماندلا و نه والزا، هیچ کدام این رهبران در جبهه‌های سیاسی خود مدیرانی نداشتند که بنا به مصلحت خویش کمی هم طرفدار استبداد حاکمان باشند. هندی‌ها، آفریقای جنوبی‌ها و لهستانی‌ها یک صدا و محکم تشخیص دادند که بین استبداد و دموکراسی یکی را بدون مصلحت نسیونالیستی یا دینی و ایدئولوژیکی انتخاب نمود. بین استبداد و دموکراسی مصلحتی وجود ندارد، بنابراین آن ملت‌ها دموکراسی‌های خود را انتخاب کردند و تاریخ و شکوفای خویش را با اتحاد در عمل ساختند. اما در ایران خانواده‌های قدرت سیاسی هر کدام بنابر مصلحت خویش راه خود را در آن زمان رفتند. بچه‌ترین که تا پیدا بشه جنبش ملی به نام سبز اخیر هم ادامه داشت. مختصری نگاه کنیم به خانواده‌های قدرت سیاسی آن موقع در ایران که دوزی کامل را در حال هستی به نام اشاره شده. خانواده سیاسی اول طرفداران پادشاهی، ساختار قدرتشون شاه و رعیت، مرکز قدرت دربار، روش حکومت اقتدار عامرانه، انحصاری، مصلحت اول ناسیونالیسم، نوع نظامشون برخیشون پادشاهی مشروطه بود. طول مدت حکومت از مشروطه در جاری 15 سال، پهلویان 57 سال، جمعاً 72 سال. دربار و فرهنگ درباری به طور کلی و اصولی مخالف آزادی سیاسی و شیوه زندگی به شکل دموکراسی قبلی بود. شواهد تاریخی خود بهترین اثبات این مدعا است. خانواده سیاسی دوم مسلمین طرفدار حکومت اسلامی، ساختار قدرت امت امامت، مرکز قدرت بیت امام یا رهبر، روش حکومت اقتدار الهی و انحصاری، مصلحت اول دین، نوع نظام مطلوبشون جمهوری اسلامی. طول مدت حکومت تا به امروز 31 سال. در دوران مشروطه با توجه به فضای باز سیاسی عده کمی از روحانیون قدرت طلب به بهانه حفظ دین و در حقیقت وحشت از مدرنیته همراه با متحجرترین مسلمین در اقشار و طبقات مختلف جامعه تشکیل یک خانواده قدرتمند سیاسی را دادند که از این دین مردم یک ایدئولوژی برای حکومت کردن ساختند، به عبارتی اسلامیست‌ها یا بنیادگرای اسلام. اسلامیست ها هم مانند رقیب سیاسی خود در بارش ها تمامیت خواه هستند و خودت را انحصاری می‌خواهند، یعنی کپی همون شاه و دربار.